به نام الله بخشنده مهربان و سلام و صلوات بر معلم خوبی ها و هدایتگر قلب ها و شفاعتگر ما در روز حساب سرورمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. همچنان در سال نهم هجرت هستیم که گروه ها یکی پس از دیگری می آمدند و در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان ایمان می کردند. بعضی از آنها چیزی درباره اسلام نمی دانستند و رسول الله و اصحابش آنچرا که نیاز بود برایشان یاد می دادند. عروه ابن مسعود ثقفی نزد رسول الله آمد تا پیش روی ایشان ایمان آورد و مردم مدینه او را به سوی رسول الله در مسجد راهنمایی کردند. ای رسول الله، از ثقیف نزد تو آمدم تا پیش رویت ایمان بیاورم. و عروه پیش روی رسول الله شهادتین به زبان آورد. ای رسول الله، اجازه بده تا نزد قومم بنی ثقیف بازگردم و آنها را به اسلام فراخوانم. رسول الله به او فرمود اگر بازگردی تو را خواهند کشت. ای رسول الله، من نزدشان بسیار عزیزم. پیامبر به او اجازه داد تا نزد قومش بازگردد و آنها را به اسلام فرا خواند. ای مردم، من شهادت میدم که معبودی جز الله یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. مسلمان شده ای عروه؟ بله ای برادر، و نزد شما آمدم که شما را به اسلام دعوت کنم تا الله یکتا را بپرستید که شریکی ندارد و عبادت بتا را ترک کنید. ساکت شو ای مرد، قبل از آن که قومت غضب کنند. تو را خواهیم کشت ای مرد.
خون من هدیه است که الله به من بخشیده و در راه الله شهید خواهم شد و در صف شهیدانی قرار می گیرم که به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شدند. شهادت می دهم که معبودی جز الله یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. در میان مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با الله بسته بودند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان تا آخر بر عهد و پیمان خود ایستادند و در این راه درگذشتند یا شهید شدند، و برخی دیگر هنوز چشم انتظار شهادت هستند و هرگز پیمان خود را دگرگون نساختند. این رویدادها پیش می آید تا الله راستگویان را به پاس پای مردی و راستگویشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبهشان را بپذیرد. بی تردید الله آمرزنده مهربان است. این چه کاری بود که کردیم؟ اوروه را کشتیم و او مسلمان بود؟ آری، و این کار محمد را خشمگین کرده و به جنگ ما می آید و ما توان جنگ با او را نداریم. محمد و یارانش روم را شکست دادند. آن قدرت عظیم با ما چه خواهد کرد؟ گروهی از خود را می فرستیم و می بینیم با ما چه می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم علاقمند بود که سقیف ایمان بیاورد و هنگامی که هیئت اعزامی سقیف به مدینه نزدیک شد، بعضی از اصحاب سریعتر آمدند تا آمدن آنها را به رسول الله مژده دهند. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مغیرة ابن شعبه را دید و علت دویدنش را از او جویا شد. گروهی از جانب سقیف آمده و می دانم که رسول الله منتظر بیعت آنهاست. ابو بکر صدیق رضی الله عنه به مغیره گفت: ای برادر، قسمت می دهم که اجازه دهی تا من این خبر را به رسول الله برسانم. هر طور تو بخواهی ای ابو بکر. رسول الله صلی الله علیه و سلم با هیئت اعزامی سقیف در مسجد ملاقات کرد و آنها آیات قرآن را شنیدند و نماز خواندن مسلمانان را دیدند و رسول الله از آنها پذیرایی نمود. یکی از آنها عثمان ابن ابوالعاص نام داشت که بسیار علاقمند آشنایی با دین اسلام بود. ای رسول الله، اگر ما مسلمان شویم، آیا می شود که مجسمه لات را تا 3 سال از بین نبری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نپذیرفت. از 2 سال. رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم نپذیرفت. پس 1 ماه آن را برای ما بگذار ای رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم نپذیرفت که بت لات بدون نابودی رها شود. پس ما با دستان خود آن را نابود نمی کنیم.
رسول الله صلی الله علیه و سلم پذیرفت که مردم سقیف با دستان خود بت را نابود نکنند. ای رسول الله، می شود ما را از نماز خواندن معاف کنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها فرمود: دینی که رکوعی نداشته باشد هیچ خیری ندارد. افراد سقیف از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستند تا برخی از احکام را لغو کند و بعضی از حرام ها را حلال گرداند، به مانند ربا و شراب، اما رسول الله نپذیرفت. رسول الله چگونه می تواند حرام الله را حلال کند یا انجام ندادن بعضی از واجبات را بپذیرد؟ عدم موفقیتشان در این زمینه تأکیدی بر این موضوع بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده ای از جانب الله متعال است. همچنین شنیدن قرآن و خوشرفتاری پیامبر اکرم بر آنان تأثیر گذاشت. وای بر شما، حال باید با اعلان تحریم های عادت هایی چون شراب و ربا بازگردیم؟ به الله قسم که سقیف هیچگاه دست از شراب نمی کشد. عباس گفت: ای مرد، اگر الله صلاح شما را بخواهد، شما بر این امور صبور خواهید بود. همه ما نیز اینگونه بودیم و صبر کردیم و این عادتها را کنار گذاشتیم و قسم به الله که الان از این عادتها بیزاریم. به الله که من ایمان آوردم و شهادت دادم که معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده اوست. بیایی تا با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کنیم. عباس فرمود: نمایندگان سقیف پیش روی رسول الله ایمان آوردند و با او بیعت کردند. اما برای چه دوباره سفر کردند ای برادر عباس؟ عباس گفت: این عده نمایندگانی از قوم سقیف بودند که فرستاده شده بودند و باید برمیگشتند تا با حکمت و گفتار نیکو مردم خود را به اسلام دعوت کنند و عثمان ابن ابوالعاص که یکی از آنهاست بسیار علاقمند به یادگیری قرآن بود و نقش مهمی در ایمان آوردن قوم سقیف خواهد داشت. مسلمانان سقیف بازگشتند و در ایمان اهل سقیف تأثیر بسیاری گذاشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم کاروانی را به فرماندهی خالد ابن ولید و همراهی مغیره ابن شعبه و ابو سفیان ابن حرب برای نابودی لات فرستاد که در سقیف عبادت می شد. سپاس بر تغییر دهنده احوال. تا دیروز عبادتشان می کردیم و توهین به آن را تحمل نمی کردیم، اما الان خیلی خوشحالم که با نابود کردنش به دین الله خدمت میکنم. ای ابو سفیان،
عده‌ای از مشرکین بر این باور هستند که اینها فریاد رسند و خواهند دید که در وقت نابود شدن به فریاد خود هم نمی رسند و می دانند که ما بر حقیم و آنها باطلند. راست گفتی ای خالد، بنگرید. هر زن و مرد و پیر و جوان پس از باخبر شدن از نیت خالد ابن ولید و یارانش برای نابودی لات جمع شدند و وقتی مردم سقیف دیدند که چگونه مجسمه لات نابود شد و نتوانست که حتی از خودش دفاع کند و مالک هیچ سود و ضرری نیست، حقیقت توحید را درک کردند و وارد اسلام شدند. حقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سردك حقنا المختوم غالي وحبك ملينا.